پیام‌های نوروزی رهبر جمهوری اسلامی ایران و رئیس جمهوری ایران با دیدگاه‌های متفاوتی بیان شد و با واکنش‌های زیادی هم روبرو شد. شما درباره این پیام‌ها چه نظری دارین؟ بیاین و نظرات خودتون رو با ما مطرح کنین با شماره تلفن 202-260-7110. میتونین تلفن هاتون رو از طریق چت زنده فیسبوک روی خط یا از طریق ایمیل برای ما ارسال کنین تا همکارانم با شما تماس بگیرن. همینطور میتونین از طریق اسکایپ صوتی، تصویری و نوشتاری با برنامه روی خط همراه باشین. فیسبوک، اینستاگرام، توییتر و کانال تلگرام ما رو فراموش نکنین. من روزیتا ایران دوست در یک ساعت پیش رو با شما همراه هستم با برنامه روی خط از بخش فارسی صدای آمریکا. سلام، به برنامه روی خط خوش آمدین. همونطور که ابتدای برنامه گفتم، نظرات و همینطور پیام‌های نوروزی رهبر جمهوری اسلامی ایران و رئیس جمهوری ایران حامل پیام‌هایی بود. آیت الله خامنه‌ای در سخنان نوروزیش به سخنان نوروزی پرزیدنت اوباما به مردم ایران پاسخ داد و سخنان رهبران آمریکا رو بچه گول زن خواند. دشمن که من حالا دشمن که میگم مقصودم دولت آمریکاست. تعارف هم نمی‌کنیم. دولت آمریکاست. البته اونا میگن که ما دشمن شما نیستیم. میگن ما دشمن نیستیم، ما دوست. پیام نوروزی دادن به مردم ما، برای جوانهای ما دلسوزی کردن. یا در کاخ سفید سفره هفت سین تن میکنن. خب اینا بچه گول زنی است، کسی اینا رو باور نمیکنه. به نظر شما این کارها، یعنی پهن کردن سفره هفت سین یا فرستادن پیام دوستی و نظایر اون، بچه گول زدن یا پیشنهاد دوستی و راهی برای باز کردن راه آشتی، آیا واقعا کسی میتونه مردم ایران رو مثل بچه ها گول بزنه؟ بیاین و در برنامه امشب روی خط شرکت کنین. میتونین از طریق پیامگیر نظراتتون رو در برنامه منعکس کنین. شماره پیامگیر هست 202-382-7205. ما منتظر نظرات شما هستیم. اجازه بدین اولین تلفن رو از شهریار داشته باشیم. آقای فرهاد روی خط هستین، سلام بفرمایید. سلام، من این صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای رو که الان گوش دادم، مثلا صحبت‌های منطقی واقعا، یعنی شما وقتی به سابقه صحبت‌هایی که ایشون در مورد سیاست‌های ایالات متحده آمریکا علیه مردم ایران نگاه می‌کنید، می‌بینید صحبت‌های ایشون بر یک استدلال خیلی قوی و بنیان منطقی برقراره. یعنی حتی توی این روزهایی که شما دارید می‌بینید، آقای جو بایدن همین دیروز مردم ما رو تهدید کردن، نشون میده که واقعا همین حرفی که زده میشه، این اقدامات آقای اوباما بیشتر عوام فریبیه. تلاش برای اینه که یک چهره خیلی صلح طلب از خودش نشون بده، خیلی چهره خوبی از خودش نشون بده، اما واقعیت چیز دیگریه. واقعیت اینه که ایالات متحده آمریکا همه تلاش خودش رو بر این قرار داده که علیه مردم ما هر کاری میتونه بکنه. شما همین تحریما رو نگاه کنید، میبینید که علیه مردم ما بوده، هیچ موقع عذرخواهی نکردن. اما پیام رئیس جمهوری آمریکا چیز دیگه‌ای رو بیان میکنه، در حالی که پیام آیت الله خامنه ای کاملا متفاوت هستش. یعنی شما فکر میکنین همه اینها یعنی گول زدن مردم ایران و میشه به این راحتی مردم ایران رو گول زد؟ شما بر این عقیده هستین؟ ببین، نه، مردم ایران رو که اگه میتونستن گول بزنن که در طی این چند سال. نه، من صحبت آیت الله خامنه ای رو دارم میگم. من از شما درباره این مسئله دارم سوال میکنم.
بله ببینید، این که مردم ایران رو میخوان فریب بدن که چیز جالبی نیست. بالاخره سیاست اقتضا میکنه که شما در کشوری که دوست دارید بر اون سلطه پیدا کنید از همه روش ها استفاده کنید. یک زمانی میرید از عراق حمایت میکنید، یک زمانی تحریم میکنید، یک زمانی دانشمنداشو ترور میکنید. همه اینها رو که از دست میدید به سیاست جدیدی روی میارید که چیه؟ اون اینه که مردم رو فریب بدید. دنبال این باشید که مردم. خیلی ممنون از شما که در برنامه شرکت کردین. اجازه بدین تلفن بعدی رو داریم از کرج. آقای امیر روی خط هستیم، بفرمایید. سلام. سلام عرض میکنم خدمت شما، شبتون بخیر. شب شما هم بخیر، بفرمایید. سلام عرض داشتیم. من میخواستم نکته ای رو بگم، اون که به نظر من خودم از منتقدین به این حکومت هستم و کل مسئولین شاید خیلی هاشون رو قبول ندارم، ولی دیدم هر موقع رهبر ایران هر حرفی زده خیلی از حرفاش واقعا درست سر اومده. تو همین قضیه برجام رهبر از اون اولش که من خوشبین نیستم و میدونم که آمریکایی‌ها بدعهدی میکنن، ما اومدیم دیدیم الان واقعا آمریکایی‌ها بدعهدی آمریکایی‌ها رو دیدیم که قرار بود گفته شما داشته بشه. شما درباره تحریم ها اجازه بدین آقای امیر، این تحریم ها قرار بوده گام به گام برداشته بشه، درسته؟ و تا به حال هیچ سندی نشون دهنده این نیستش که آمریکا هیچ بدعهدی کرده باشه، و این اگر بدعهدی صورت گرفته باشه بعد وزارت امور خارجه ایران به صورت بیانیه این رو صادر کرده باشه. آیا شما سندی دال بر این صحبت دارین؟ ما ممنون میشیم، میتونین به روی خط از voanews.com مدرکتون رو بفرستین، ولی هیچ سندی تا به حال منتشر نشده بر اینکه آمریکا بدعهدی کرده باشه. ممنون از شما. اجازه بدین نگاهی هم بکنیم به نظراتی که در فیسبوک و اینستاگرام دریافت کردیم. علی از کاربرانمون هست که در فیسبوک برامون نظر گذاشته. علی میگه به نظر من آقای خامنه‌ای به خوبی اینو میدونن که آمریکا نه تنها دشمن ایران و ملت نیست، بلکه روابط با آمریکا موجب پیشرفت در تمام سطوح اقتصادی و تجاری و رفع همه موانع سیاسی اقتصادی و حتی رفع تحریم‌های تسلیحاتی نظامی میشه. و در ادامه میگه حتی باز به خوبی میدونه که در صورت روابط با آمریکا احتمال رفتن ناوهای آمریکایی از منطقه خلیج فارس هم هستش. میگه اما ایشون خودشون رو به شدت دست نشانده جناح تندروی درون نظام میدونن. و میگه بنابراین پیام آقای خامنه‌ای کاملا روشنه که به شدت در برابر سیاست‌های دولت آقای روحانی داره سنگ اندازی میکنه و مانع تراشی میکنه. مطلبی رو براتون از سایت کلمه انتخاب کردم. سایت کلمه در گزارشی با این عنوان آقای خامنه‌ای شأن رهبری را حفظ کنید مطالبی رو عنوان کرده. چکیده ای از این مطالب من براتون میخونم. میگه پنهان نیست که آیت الله خامنه‌ای با مسیری که در مبنای انتخابات مردم در سال 1392 در پیش گرفته موافق نیستش، و اشاره کرده به لفظی که آقای خامنه‌ای در پیام نوروزیش استفاده کرده و معتقد هستش که از لحاظ جنس مخالفت و سطح پریدن به رئیس جمهور در حد حسن شریعت مداری هستش و میگه که آیا نباید حرمت امامزاده را متولیش نگه دارد. پیام های دیگه هم داریم که در طول برنامه حتما اشاره میکنیم. در ادامه برنامه روی خط با ما همراه باشیم. بیننده بخش فارسی صدای آمریکا باشید.
آیت الله خامنه‌ای در سخنان نوروزی خودش آمریکا را به بدعهدی متهم کرد و گفته که آمریکایی‌ها به اونچه در برجام وعده داده بودن عمل نکردند. اگر آمریکا یا دیگر کشورهای پنج به علاوه یک بدعهدی کردند، چرا تاکنون مقام‌های مسئول ایران این بدعهدی‌ها را گزارش نکردن؟ بیاین روی خط و نظر خودتون رو در این مورد با ما در میون بذارین. خانم ترکمان از نیویورک روی خط هستین، سلام بفرمایید. سلام خانم ایران دوست، سال نوتون مبارک. ممنون، سال نو شما هم مبارک. من دیروز وقت گرفته بودم، موفق نشدم صحبت کنم. یه ذره راجب دیروزم صحبت میکنم. این آقای اوباما اگر دوست ما بودن، سال 88 ما رو نجات میدادن. مردم آمریکا خوبن، اما دولت آمریکا دوست ما نیستن. آقای خامنه ای دوست ما نیست، آقای خامنه ای دشمن ماست. الهی خانم ترکمان، فدای تو بشم. خدا نکنه. خانم ترکمان ممنون از اینکه با ما تماس گرفتیم. ولی خانم ترکمان امروز شما لطف دارین، من البته میخواستم ازتون یه سوالی هم بکنم، اگه البته قطع شد ارتباطمون، ممنون ازش. خانم ترکمان شما صدای من میشنوین؟ شما روی خط هستین خانم ترکمان. من فکر میکنم ارتباطمون قطع شد. فرهاد از لس آنجلس روی خط هستین، سلام بفرمایید. سلام شما، عیدتون مبارک. سال نو شما مبارک. شما عرض کنم خانم رازیتا، ما همیشه صحبت از اینا که میان روی خط میگن مردم ایران، مردم ایران، دست دست که اصلا صحبت به مردم ایران، متاسفانه آقای اوباما موش به مردم ایران نیست. فرق حکومت با مردم رو زیاد تاکید نمی کنه. اما اگر ما قرار باشه با تبریک گفتن آقای اوباما یا این چیزا دلمون رو ببندیم، امیدمون رو به این چیزا ببندیم، به هیچ جا نمی رسیم. من فکر می‌کنم یه سیاستیه که الان اتفاقا حکومت آمریکا غرب همه یه تیکه از رژیم رو گرفتن، به اصطلاح اصلاح طلبان رو دارن تربیت میکنن، در همه جا شاهدش. آقای فرهاد شما چه نظری درباره سخنان رهبر جمهوری اسلامی دارین؟ من درباره ایشون که حرفی ندارم. ایشون از اول همه رو با فحش و تهدید و دشنام و نفرین و آخه یه رهبر که مثلا نمیتونم با ملت خودش چک کرد، این همه آواره در به در اعدامی، اول در مورد ملت خودش کاری بکنه، دروغ ریا. من با ایشون که اصلا نمیتونم چیز به عنوان اگر اصلا نمیتونم صحبتی بکنم، چون تلویزیون هستش اینجا. ولی آقای اوباما به لحاظ شخصی انسانی خیلی فرق میکنه با بقیه رئیس جمهورهای امریکا، خیلی خصوصیات انسانی داره و اینکه خیلی برای حقوق بشر به اسبال تشخیص متاسفانه اصلا نمیده. نمیدونه مردم ایران کجان و چقدر دورن از این حکومت. فکر میکنه حکومت و مردم در یک طرف هم. این درد ماست که حکومت غربی متوجه این مطلب نیستن. ممنون از اینکه در برنامه شرکت کردین. نگاهی هم میکنیم باز به نظرات شما در فیسبوک. فریدون میگه دیگه زمان جنگ و خونریزی تمام شده و زمان گفتگو و حل اختلافات به صورت مسالمت‌آمیزه، چون با جنگ و ستیز هیچ نتیجه‌ای عاید مردم نمیشه. و اگر نگاه کنیم به کشورهای توسعه یافته متوجه این امر میشیم و کشورهای دیگه‌ای که در حال جنگ هستن هیچ سودی که نبردن، هیچ، مردمانشون هم در فلاکت دست و پنجه میزنن و بعد از مدتی که بیماری و فقر در جامعه ریشه میدونه، مجبور میشن با گفتگو و حل مشکلات از طریق دیپلماتیک این بحران رو حل کنن. و در ادامه میگه داستان برنامه هسته‌ای نشانه بارز این بگومگو و چانه‌زنی های بیهوده هستش. نگاهی هم میکنیم به نظرات شما در اینستاگرام. کاربری به نام فرهاد نوشته نام نهادن هر سال توسط آقای خامنه‌ای فقط در حد شعار و یک اسم برای یک ساله و در عمل هیچ اتفاقی نمیفته. در سال اصلاح الگوی مصرف در همه اداره ها هیچ صرفه‌جویی نبود، بقیه سالها هم میگه به همین صورته. امسال هم که به جای اینکه از کار کردن و کم کردن تعطیلات حرفی بزنن، از فشار دوباره بر مردم و صحبت کردن و اسم میذارن. علی عباس هم یکی دیگه از کاربرانمون هست که در اینستاگرام برامون نظر گذاشته و میگه این یک چراغ سبز و راهبرد برای اصولگرایان تندرو و به قولی جیره یک سالشون بود. این هم نظر این کاربر بود. امیر از ترکیه روی خط هستین، سلام بفرمایید.
صدای آمریکا. بفرمایید. این ایده سعید رو به تمام مردم ایران تبریک میگم. ما هم شما تبریک به خدمتتون که من موافقم با صحبت‌های آقای فرهاد از لس آنجلس، کاملا موافقم. یه چیزایی رو میخوام اضافه کنم. عرضم به خدمتتون که این حکومت و دولت آمریکا 36 ساله با هم ارتباط دارن، مطمئن ارتباط روبه رو، ارتباط از پشت، یعنی ما میگیم زیر میز. عرضم به خدمتتون که هیچ موقع دولت آمریکا پیام به مردم ایران نداده و پیام داده تنها به حکومت ایران، یعنی مخاطبش حکومت ایران بوده و ما از همین رنج میبریم. من امیدم و از دست دادم به آقای اوباما و حزب دموکرات و حزب جمهوری خواه به این دلیل که هیچ کمکی به مردم ایران نکردن، نه سال 88، نه قبلون و نه بعدون، و متاسفانه ما داریم تو آتیشی میسوزیم که خودمون برافروختیم. خیلی هم مردم میرن رأی میدن. آقای امیر، من یک سوالی از شما دارم. البته ما دیروز برنامه داشتیم درباره پیام نوروزی پرزیدنت اوباما، ولی امروز برنامه ما بیشتر اختصاص داره و تکیه داره بر پیام های نوروزی که رهبر جمهوری اسلامی ایران دادن و همینطور رئیس جمهوری ایران، که خب یه مقدار از نظر دیدگاهی متفاوت هستن. شما چه نظری درباره این پیام های نوروزی دارین؟ چطور ارزیابی میکنید؟ از نظر من پیام ها ماهیتشون یکیه، ظاهرشون فرق میکنه. ماهیتشون یکیه، یکی با لبخند میاد که یکی با فحش و ناسزا، ولی هیچ تفاوتی با هم ندارن. در حقیقت اینا تمام این پیام ها برای اینه که دول دنیا رو و دول جهان رو متقاعد کنن که ایران تغییر کرده و متفاوت شده زمان آقای روحانی، ولی هیچ تغییر نکرده. ما تو ایران زندگی میکردیم و دیدیم هیچ تغییر نکرده و تمام مشکلاتی که ما داریم به خاطر همین دیدگاهیه که خارجی ها نسبت به ایران پیدا کردن، در صورت که اینطوری نیست. مردم ایران تو مضیقه هستن و رنج میبرن از این رفتار دوگانه امریکا. اگر واقعا میخواست صحبت خوبی بکنه اوباما، باید با مردم ایران صحبت میکرد. ما شاهزاده ما رضا پهلوی پیام خوبی داد توی سال نو. البته ممنون از شما، من با شما خداحافظی میکنم. خیلی ممنون. ولی آقای اوباما در سخنانشون خیلی مؤدب با مردم ایران، مستقیما با مردم ایران صحبت کردن. این که شما دارین میگین کاملا با ترجمهش هم هستش همه جا و شما قطعا هم شنیدین و روی سخنشون با مردم ایران بود نه دولت ایران. حالا در طول برنامه هم قطعا نظرات دیگه ای رو هم از شما منعکس میکنیم. ممنون شما که تماس گرفتین. آقای اعظمی از قوچان روی خط هستین، بفرمایین. سلام. سلام خانم ایراندوز، خسته نباشید. ممنون. شما عرض خدمت شما که صحبت آقای خامنه‌ای رو من شنیدم، عرض خدمت شما که اقتصاد مقاومتی چیز خوبیه، به شرطی این که زندگیه که مردم دارن انجام کنن، زندگی عادی که مردم دارن انجام، خود مسئولین هم همینجوری زندگی کنن، زندگیشون بیارن نشون بدن، بگن آقا ما مثل شما زندگی میکنیم، همه مثل هم باشد، هیچ کس ادعایی نداره. ولی ما میبینیم افرادی مثل شریعت مداری مدیر روزنامه کیهان بچه هاش تو امریکا زندگی میکنن، افرادی مثل ظریف و عراقچی بچه هاشون تو امریکا دارن تحصیل میکنن، یا در دولت احمدی نژاد 3700 نفر از افراد نورچشمیان نظام به وقتی بورسی مجانی دارن که واقعا شایستگیش نداشتن، رفتن همه در اروپا و امریکا رفتن تحصیل کردن. چرا فعل عملشان با حرفشان فرق میکنه؟ چرا عملشان با کارشان یکی باشه؟ ما حرفی نداریم. ما هم اقتصاد مقاومت میکنیم، یعنی حتی حاضریم خون منم بدیم، ولی همه برابر باشن، نگه دوزی های 3 میلیاردی و 12 میلیاردی 11 میلیاردی بشه و هیچ کس هم با اینا رسیدگی نشه. دوزی 3 میلیاردی رو رسیدگی میکنن، به دوزی 11 میلیاردی میرسن که آقای رستم قاسمی 11 میلیاردی رو تو برزیل برده پول گذاشته. چرا اونا رسیدگی نمیکنن؟ چرا نمیان دادگار علنی نمیکنن؟ این چرا رو بیان جواب بدن، کسانی که دزدی کردن بکنن، ملت بگن آقا با یک دونه نون زندگی کنیم، ملت حرفی ندارن، وامستن رو حرفشان. ممنون آقای اعظمی. آقای اعظمی من یه سوالم از شما دارم. خب آقای اوباما
درباره برجام صحبت کردن، درباره در پیام نوروزیشون را هم همونطور که میدونین خیلی با احترام با مردم ایران سخن گفتن، در حالی که رهبر جمهوری اسلامی ایران باز هم سخنان خیلی پرخاشگرانه ای داشتن. خب تمام واکنش ها هم مشخص، تحلیلگران هم اون رو تحلیل کردن. شما چه برداشتی از این سخنان دارین؟ جناب خانم ایران دوست، اینا خوراک داخلی داره. خب ما در ایران افرادی داریم هم جلوی خود خامنه ای هم وامستن، با ایشون هم یک کدوم میکنن. خامنه ای مجبوره این کارو بکنه، چاره ای نداره. و یعنی همین افراد کاسه داختر ها جلو خود آقای خامنه ای هم وامستن، چاره ای نداره. آقای خامنه مجبوره با این سیاست حرکت بکنه. خیلی ممنون از شما که در برنامه شرکت کردین، ممنون از نظرتون. بذارین یک بار دیگه هم نگاهی بکنیم به نظرات دیگه‌ای که دریافت کردیم. بهیه نوشته علی خامنه‌ای یک بازنده است که ادعای برنده مطلقه رو در میاره. اون مدت هاست که قدرت رو باخته اما هنوز میخواد بگه که قدرت تام هستش. علی از کاربران اینستاگرام میگه حسن روحانی که منتخب اکثریت مردم ایرانه حرف ملت رو میزنه و بر دل ملت حرفش میشینه، ولی دیکتاتور فقط دنبال حفظ قدرت و فریب ملته. خوش به حال مردم آمریکا که منتخبشون حرف اول رو میزنه. من معتقدم علی خامنه ای با این سخنرانی خودش رو حقیر کرد و بزرگی اوباما رو بر همگان نشون داد. برای ملت ایران اونچه مهمه اینه که نظر دولت منتخب اکثریتشون چیه و جناب رهبری فقط برای خنک کردن دل زیر مجموعه خودش سخنرانی میکنه که در انتخابات تودهنی محکمی از دست مردم خوردن. و من میگه معتقدم اظهار نظرهای اینچنینی اصلا اهمیتی برای اکثریت مردم نداره. پیامی هم داریم که با هم گوش میکنیم. درود بر شما. ضمن ابراز ناراحتی از حادثه بلژیک امروز و تسلیت به بازماندگان این واقعه که با شیرینی عید را هم به ایرانی‌ها تلخ کرد متاسفانه، و اما من معتقدم که آقای خامنه‌ای در پیام نوروزی مطلبی را فراموش کردم که عنوان کنم، و آنم یک عذرخواهی بزرگ از مردم ایران، مردم شریف ایران، و استفاده و استعفا از مقام رهبری و برگشت به حوزه های علمی قم و مشهد و تدریس دروس فقهی که ایشان ظاهرا در آن تخصص هم دارن، چرا که در طول 37 سال ایشان هم رئیس جمهور بودن و هم رهبر برگرقرار بود تا حالا مسائل عمده و کلان کشور هر دو شهر شده بود. پس همانطور که امام ایشان هم قبلا فرموده بودن، حکومت کردن ارثی نیست و این از بعد به انقلاب به مردم ایران تحمیل شده و امور و بهتره که امور رو به دست مردم بسپارن. و اما اقتصاد مقاومتی هم که برای دومین بار هست ایشون مطرح میکنن اثر چندانی نداشته. مردم از این حرفای تکراری و شعارهای تکراری خسته شدن. اگر هم مقاومتی بشه به ضرر فقیر و فقرا خواهد، نه اونایی که از بعد از انقلاب به واسطه این انقلاب به ثروت‌های بادآورده رسیدن. و سلام، عیدتون مبارک و تسلیت به بازماندگان تروریستی انفجار تروریستی در بروکسل بلژیک. خدا حافظ. instagram.com خط مورب VOA فارسی همراه صدای آمریکا با اینستاگرام. خامنه‌ای اما در بخش دیگه از سخنان خودشون از کسانی انتقاد کردند که دنبال حل مشکلات مطابق میل آمریکا هستند و اشاره ایشون به سخنان آقای روحانی بوده که درباره انتخابات اخیر گفته شده. گرچه ملت بزرگ ما که همیشه پیشگام بودند، برجام را در هفته اسفند سال گذشته کلید زدند. برجام دو
که همون اقدام مشترک ملی است، در داخل کشور با وحدت آغاز خواهد شد، با همدلی شروع خواهد شد. برجامی که قبل از اقتصاد از اخلاق آغاز می شود. به نظر شما اختلاف بین رهبر جمهوری اسلامی با رئیس جمهوری تا چه حد جدیه؟ و اگر دعوایی وجود داره این دعوا بر سر چیه؟ اصول یا قدرت؟ منتظر شنیدن نقطه نظرات شما در برنامه هستیم. میتونین هم از طریق پیامگیر نظرات خودتون رو در برنامه منعکس کنین. شماره پیامگیر های یک بار دیگه براتون میگم 202-382-7205. اجازه بدیم بریم سری بزنیم به اسکایپمون. آقای شهرام از آمریکا روی خط هستین، سلام بفرمایید. سلام، روزتون بخیر. اول عید و تبریک میگم خدمت شما و همه مردم ایران، و متاسفم از اینکه این خبر بلژیک رو شنیدم. متاسفانه این باعث شده که همه همچنان راجب مسلمونا، البته من کاری به دین ندارم، ولی راجب مسلمونا فکر نادرست بکنم به خاطر این اعمال کثیف و وحشیانه که انجام دارن میدن. حالا برمیگردم صحبت‌های آقای خامنه‌ای و آقای اوباما از چند جهت قابل بررسیه. یک، اینی که آقای اوباما چطوری شدن رئیس جمهور آمریکا. از پایه شروع کردن، خودشونو به مدارج بالا رسوندن، تحقیقات، نمیدونم تحصیلات کامل، اومدن شدن رئیس جمهور. آقای خامنه‌ای ظرف یه شب رئیس جمهور شدن، ظرف یه شب رهبر شدن. یعنی اختلاف اینه که ما در ایران اگر بخوایم کسی رو به یک جایی برسونیم، یک شبه میتونیم برسونیم. مثل آقای روحانی، مثل آقای موسوی، مثل آقای رفسنجانی، مثل تمام این آقایونی که الان 37 سال سر کار هستن، فقط تنها اختلافشون اینه که پیر شدن از 37 سال پیش. دوم اینه که آقای اوباما دیشب یه صحبتی کردن که متاسفانه البته میگن که با مردم باید صحبت میکرد، اتفاقا صحبت ایشون دقیقا مردمی بود. دقیقا یک صحبتی رو کردن که هممون شنیدیم، ولی فکر میکنم کمتر کسایی پیدا کردن اون مطلب رو. آقای اوباما گفتن که آیا دوست ندارید که یک آمریکایی بیاد پولش رو در رستوران شما، در فروشگاه شما، حالا توی شهرهای مختلف ایران خرج بکنه؟ این باعث میشه وقتی یه نفر داره پول میاره توی یک کشوری و خرج میکنه، یعنی از درآمد خود اون کشور استفاده نمیشه، از جای دیگه متاسفانه صدای شما رو خیلی واضح نداریم. من از همکارانم در بخش اسکایپ خواهش میکنم دوباره با شما تماس بگیرن. ممنون. با شهرام دوباره تماس میگیریم. آقای مزدک از تهران روی خط هستیم، بفرمایید. سلام. سلام، وقت بخیر، خسته نباشید. ممنون. اصخایی میکنم، من یه خواهشی ازتون دارم. یه سیاست برنامه شما فکر میکنم به گونه ای هستش که فکر میکنم که البته مطمئن هستم کسایی که مخالف نظام و جمهوری اسلامی باشن راحت شما زمان میدید بهشون صحبت کنن هر مقداری که دوست دارن، و حتی اگر موضوع صحبتشون هم خارج از برنامه شما باشه، ولی کسایی که برخلاف میل شما صحبت کنن، شما بیننده برنامه ما بودین آقای مزدک، شما بیننده برنامه ما از ابتدای برنامه بودین. اولین بیننده ای که تماس گرفت آقای فرهاد از شهریار، با این نام البته امشب در برنامه شرکت کردند. بله. شما ایشون صداشون قطع شد، اینا کامل صحبتشون رو کردن، کاملا هم مخالف بودن. شما لطف کنین. بله. در خصوص موضوع برنامه بفرمایین صحبتتون رو، ما منتظر شنیدن نظر شما هستیم. بله، عرض من هم نسبت به برنامه امشبتون و برنامه‌ای که شبای دیگه هم دارید، کلا همیشه سیاستتون به این روال و بخشید، این نقد البته اگر تلفن منم قطع میکنید مثل بقیه. میخواین در مورد موضوع برنامه صحبت کنین یا خیر؟ بله بله حتما، من منتظرم. خواهی میکنم ببینید، این صحبتی که چند نفر اومدن اینجا صحبت کردن در مورد عدم کفایت و عدم قدرت رهبر ایران صحبت کردن، شما نگاه کنید تو کل دنیا و سرآمد همشون امریکا و اروپا، میبینید همیشه مرتب حملات تروریستی است بروکسل تو عمق اروپا،
تو امریکا که همین الان مشکلی که دارن در مورد همین باز کردن کد آیفون اون تروریستی که اونجا بود و و و ولی شما این امنیت رو توی این مملکت ببینید، مهمترین چیزی که برای هر مردم هر کشوری وجود داره و اهمیت داره امنیتشونه، که خوشبختانه توی این مملکت حرف اول امنیت میزنه و این پیشنهاد من دارم که بیان حداقل یک مقدار از بصیرت و قدرت رهبر ایران کمک بگیره امریکا و اروپا بابت ایجاد امنیت تو کشورهای خودشون. شما درباره پیام رهبر جمهوری اسلامی چه نظری دارین؟ آقای مزدک، ما زمانمون خیلی کوتاهه، من بیننده های خیلی زیادی پشت خط دارم، از شما خواهش میکنم خیلی کوتاه و در یک دقیقه نظر خودتون درباره این پیام به من بگین، ممنون میشم. بله، عرض میکنم خدمتتون. در مورد این پیام هم نگاه کنید، آقای بوش هم این پیام رو میفرستاد برای مردم ایران و همون نفوذی که رهبر ایران ازش صحبت میکنه دقیقاً همینه. شما نگاه کنید به اشکال مختلف امریکا قصد نفوذ داره، قصد فاصله انداختن بین مسئولین و مردم رو داره، حتی بین رئیس جمهور. شما یعنی یک پیامی که با احترام و با ادب برای مردم ایران فرستاده شده رو شما به معنای نفوذ میدونین؟ بله بله. در پاسخ پیامی که رهبر جمهوری اسلامی دادن پرخاشگرانه بوده و همونطور که خب هم دارن میشنون این پیام رو، شما فکر میکنین جواب یک همچین پیامی باید با مرگ داده بشه؟ بله. میدونید چرا؟ شما نگاه کنیم دقیقا مثل یک کلاهبرداری میمونه که اومده میخواد سر آدم کلاه بذاره. خیلی ممنون از شما که در برنامه شرکت کردین. آقای سجاد از تبریز روی خطیم، بفرمایید. سلام علیکم. سلام. خدمتتون عرض کنم که من قصدم اولا عید شما و عید تمام ایرانیا را برای کل مردم ایران و شما ما شما تبریک میگیم، سال خیلی خوبی براتون آرزو میکنیم. ممنونم. خدمتتون عرض کنم که درسته آقای اوباما پیام سالیانشون خوب بود، ولی اینجا یه مسئله هست که رهبر دیگه تمام کل چیم کار ایران دستشه، همشون میدونه. فقط من به خاطر اون میگم که رهبر اگر نبود در رابطه با این پیام، کشور ما الان مثل یه سوریه بود. کشور ترکیه یکی از پیمانان 60 ساله همپیمانان آمریکاست. یعنی شما فکر میکنین این پیامی که نوروزی که رهبر جمهوری اسلامی داد و این نوع برخوردها باعث ایجاد امنیت در ایران شده؟ نه نه نه، منظورم اون نیست. منظورم اون که رهبر ناراحت شده به ما توصیه میکنه که گول همین چیزا رو نخورین، فقط قصدش یه چیزی. من از نظر خودم میگم، من از شما هم راضیم، از کارکناتون هم راضیم، واقعا زحمت میکشین، همه شو به فال منفی نمیگیریم. فقط میخوام یه چیزی بگم، این الان کشور همسایه ما ترکیه که این همه درگیری چه از طرف کردها چه از طرف مردم نیروهای نظامی ترکیه، اونطوری که نشون میده دست CIA تو این برنامه هست. شما برای صحبت‌های خودتون مدرک هم دارین؟ ببین، شما ممنون از اینکه در برنامه شرکت کردین. من عذر میخوام از شما، شما در برنامه روی خط شرکت کردین ولی از یک تریبون دارین استفاده میکنین برای بیان نظرات کاملا شخصی خودتون. ما اگر حرفی میزنیم باید حتما سندی رو هم داشته باشیم، بر اساس واقعیت باید صحبت کنیم، نمیتونیم فقط بر اساس احساسات صحبت بکنیم. ممنونم از شما، با شما خداحافظی میکنیم. آقای آرش از بلژیک روی خطین، سلام بفرمایید. سلام، خانم خسته نباشید، من سال نو رو هم ابتدا به شما تبریک میگم. تشکر، سال نو شما مبارک. همچنین محمدتنهای عزیز، من ابتدا خواستم بگم که آقای خامنه‌ای اولا که پیام نوروزی ما از ایشون ندیدیم، حالا از آقای اوباما دیدیم و بیشتر پیام نوروزی ایشون شبیه به پیام جنگی بود و هیچ گونه پیام چیز نوروزی ما درونش ندیدیم که برای مردم ایران به هر حال پیامی داشته باشه. ولی خب خواستم اینو بگم که به هر حال نمیشه از ایشون بیش از اینم انتظار داشت. ایشون هم به هر حال پیام هایی که میدن از قبل آماده شده، دستشون میدن و چیزی دیگه به غیر از این به هر حال نام دشمن و
و به هر حال دشمن ستیزی و این چیزا به هر حال توی پیامشون همیشه بوده و هست، کینه‌توزی و خیلی از مسائل دیگه که همتان عزیز میدونن ایشون به هر حال تو پیامشون هست، ولی پیام آقای اوباما به هر حال پیام نوروزی بوده، پیام برای مردم ایران. هر سال همه رئیس جمهورا به هر حال احترام میذارن، چون به هر حال پیام آقای اوباما به فرهنگ ایرانی است، نه به آقای رئیس جمهور ایران. ما درباره پیام نوروزی رئیس جمهوری ایران هم صحبت کردیم و همینطور رهبر جمهوری اسلامی. شما این اختلاف دیدگاهی که این دو رهبر با هم دارن رو چطور برداشت میکنین؟ ببینید این اختلاف دو دیدگاه به هر حال وجود داره، به هر حال تو شاید توی به هر حال بحث رسانه‌ای به هر حال وجود داشته باشه. فکر می‌کنید تا چه حد جدیه این اختلاف؟ من اصلا این اختلافات جدی نمیدونم، چون که اینا به هر حال توی رسانه ها هست، اینا لازم هست برای دوام نظام، برای اینکه به هر حال مردم رو یه مقداری به سمت خودشون بکشونن لازم، ولی در پشت پرده اینا کاملا با همدیگه هماهنگ هستن، ولی در توی به هر حال رسانه ها 100% با همدیگه یه مقداری تضاد دارن. من فکر نمی کنم اینا اختلافی با همدیگه پشت پرده. سوال دیگه هم آقای آرش از شما دارم. آقای اوباما خب به وعده های برجام خودشون عمل کردن، آیا ایران هم به وعده های برجام عمل کرده؟ تا به الان من فکر نمی کنم به هر حال نقصی توش وجود به هر حال داشته باشه، اگه داشته باشه 100% من اطلاع دقیق نه، ولی فکر نمی کنم، چون اون اطلاعاتی که من دارم تا به الان فکر نمی کنم تونسته باشن به هر حال تخلفی کرده باشن به هر حال، چون اگه بکنن به شدت باشون برخورد میشه و ما هم تو رسانه ها میفهمیم و سریعا تحریما رو دو مجددا اجرا خواهند کرد، ولی خب انتظار میره که بخوان بازم به هر حال بخوان این مقررات به هر حال زیر پا بذارن، ولی من تا به الان چیزی نشدم که به هر حال زیر پا گذاشته باشه. خیلی ممنون از شما که در برنامه شرکت کردین. اجازه بدین باز هم تعدادی از نظرات شما رو هم یک مروری بکنیم. حمید از کاربرانمون هستش که در اینستاگرام نظر گذاشته، میگه 38 سال با انواع واژه‌ها و کلمات ظاهرفریب مردم رو هر روز به سوی انزوا و نابودی پیش میبرن، متاسفانه هر بار با وعده های دروغین برای خودشون وقت بیشتری میخرن تا همچنان بر تخت حاکمیت ولو با هر قیمتی تکیه بزنن، اما غافل از اون هستن که ملت ها در عصر حاضر واقف بر تمامی امور سیاسی و اجتماعی هستن و این امر در بسیاری از کشورها خصوصا کشورهای منطقه خاورمیانه رویت میشه. این کاربر در ادامه میگه پیشرفت علم و تکنولوژی جهان رو مثل یک دهکده‌ای کرده که ملت‌ها رو با هر رنگ و پوست و مسلکی هر روز به هم نزدیکتر و نزدیکتر می‌کنه. امیر میگه سرنوشت محتوم همه آمریکا ستیزان از بلوک شرق تا کوبای امروز و ایران و کره شمالی شبیه هم هستش و روبروی دنیای آزاد ایستادن تاوان سختی داره که هر کشوری رو به زانو در میاره. پیامی هم داریم که با هم گوش می‌کنیم. به عقیده من پیام نوروزی آقای اوباما در رابطه با مردم ایران یک پیام سیاسی نبود، بلکه نیت انسانی آقای اوباما بود و مردم ایران هم بارها در انتخابات داخل ایران ثابت کردند که ما خواهان صلح و دوستی با تمام کشورهای دنیا هستیم. در واقع ما از دشمنی خسته شدیم، هیچ کشوری با مردم ایران دشمن نیست و مردم ایران هم با هیچ کشوری دشمنی ندارند. درود بر صلح و دوستی در سراسر جهان. با درود. جام زهریه که آقای خامنه‌ای نوشیدن با تبریک گفتنشون اثر مجبوری بود و مردم به اراجیف ایشون و همقطاراش گوش نکردن و نوروز رو جشن گرفتن و راهی رو دیگه برای آقای خامنه‌ای نداشتن، ولی بد نبود یه کمی احترام به ملت ایران میذاشتن و میومدن پای هفت‌سین تبریک میگفتن. من با اینکه با خیلی از کارهای آقای اوباما در مورد ایران به خاطر اطمینانی که به این افراد رذل دارند مخالفم، ولی فقط خواستم بگم که تبریک نوروزی ایشون شاهکار بود، شاهکار. سپاس از شما.
برمیگردیم به تلفن ها. آقای حمید از تهران روی خط هستین، سلام بفرمایید. الو، سلام علیکم. سلام، وقت شبتون بخیر. من تبریک میگم سال نو رو اول به شما و همکارای محترم. تشکر میکنم، من به شما تبریک میگم. هموطنای عزیزم و شخصا به خود آقای اوباما. آقای حمید بفرمایید، ما منتظر شنیدن دیدگاه شما هستیم. برداشت شما از پیام‌های نوروزی رهبران جمهوری اسلامی ایران چیه؟ زنده باشین. من قبل از اینکه عرض کنم خدمتتون، به این دو سه تا دوست عزیزی که قبل از من داشتن صحبت می‌کردن، خواستم عرض کنم که شما دوستان و هموطنان ما هستیم، ولی تو رو خدا خواهش می‌کنم که کورکورانه به مسائل و به این زندگی مردم نگاه نکنن، چون برداشت‌هاشون و حرف‌هاشون، من البته فکر می‌کنم که از داخل خود دستگاه این افراد تماس می‌گیرن که وقت برنامه رو به طوری بگیرن که دیگه مردم اجازه بدین حالا نظرات اونها رو بذاریم کنار، هر کسی ممکنه یک نظری داشته باشه، ولی ما منتظریم. خواهش می‌کنم، ما منتظر شنیدن نظر شما هستیم. به حضورتون عرض کنم که بسیار برای شخص بنده و تمام افرادی رو که تو این چند روزه باشون دید و بازدید داشتیم، بسیار باعث افتخار و مباهات بود. فخر کردیم به ایرانی بودنمون، به خودمون که دستگاهی مثل دستگاه آقای روحانی و تیم آقای ظریف که همینجا ازشون تشکر میکنیم، باعث میشه که آقای اوباما، البته این بار چندمشون رو پیام داده بودم، ولی کن که بسیار. آقای حمید خیلی ممنون، من یک سوالم از شما دارم. خب دلنشین پیامشون دادم. ممنون آقای اوباما. اجازه میدین من یک سوال از شما بکنم، به وعده های برجام عمل کردن، به نظر شما آیا ایران هم به وعده های خودش عمل کرده؟ اگر که دست آقای ظریف و تیم آقای ظریف آقای روحانی باشه، فکر میکنم که به عمل بکنن، ولی وقتی که میفته دست تیم آقای جعفری و سپاه و آقای شریعت مداری و تیم آقای خامنه‌ای، فکر نمیکنم که بذارن که کامل عمل بشه. چوبهایی لای چرخ میذارن که منجر به این میشه که اونها هم عکس و عمل نشون میدن. من اصلا کاری به این برجام و به این که انجام دادن، به هر حال یه پروسه‌ای داره و طی خواهد شد به هر صورتی. من حرفم اینه که این آقای خامنه‌ای رهبر هستن. رهبر باید که بدون در نظر گرفتن عقاید و دیدگاه‌های شخصی و جناحی و اینها، با احترام، شمایی که می‌فرمایید که ما اسلام هیچ کجا، چون ما خانواده ایرانی، خانواده تقریبا میشه گفتش که تمام 90% ایرانی‌ها اعتقادات خاصی دارن، باید که یه رهبر اگر که بدون در نظر گرفتن دیدگاه جناحی و عقیده شخصی باشه، باید یه بارم به حرف این مردمی که دوست دارن که صلح و دوستی و رفاقت در دنیا برقرار بشه، مخصوصا بعد از 60 سال 70 سال، امروز آقای اوباما رفته کوبا با دشمنی 60-70 ساله، امروز نشستن کنارم. فکر میکنم اگر این آقای اوبامایی که واقعا دلنشینه، هم چهرهش هم صحبت کردنش دلنشینه، اگر یه روزی اینا باز کنن بیاد ایران، یه بار اجازه امتحان کنن، یه بار امتحان کنن آقای خامنه‌ای، امتحان کنن حرف زدنها رو، جواب دادنها رو، به عقیده خودشون، به همین مردمی که تعداد قلیلی هستن میگن که آقا ما. ممنون آقای حمید، عذر میخوام، ما وقت خیلی کوتاهی داریم، تعداد بینندگانمون هم زیاد. پشت خط آقای رحیمی از شیراز روی خط هستیم، بفرمایید. سلام. سلام علیکم. سلام. سلام، خسته نباشین. تشکر. حال شما خوبه؟ ببخشین، حالا یه سری آدم ها از روی احساسات حرف میزنن، ولی خب من به جرات میتونم بگم که آیت الله خامنه‌ای از تمام اتفاقات آینده یه جوری علم کامل دارن. دلیلش هم اونه که تا کنون نذاشته برای مملکت مشکلی پیش بیاد.
الان ما وسط کشورهایی هستیم که پر از دانش و تروریست و اینا هست. ولی خدا را شد سیاست ایشون تا الان نذاشته که برای این مملکت کوچکترین مشکل پیش بیاد. آقای رحیمی، من از شما یه سوالی دارم. رئیس جمهوری آمریکا به وعده های برجام خودش عمل کرده، آیا ایران هم به وعده های برجام عمل کرده؟ ایران عمل کرده، تا الان مشکلی برای برجام نبوده. ولی شما یه چیز در نظر بگیرید، نگاه کنین هر جایی که به خاطر خوشنودی اسرائیل صحبتی به میون میاد، شما فهم کنین این قضیه که حزب الله رو توریست اعلام میکنن، کشوری که خودش توریست پروره و داره مردم بیگناه یمن رو اینجوری ترور میکنه، با حمایت آمریکا و اروپا بوده دیگه. آقای رحیمی، یک سوال دیگه من از شما دارم. رئیس جمهوری آمریکا در سال 2007 وعده برقراری ارتباط با ایران و همینطور کوبا رو دادش و دست دوستی دراز کرد. آیا فکر میکنین ایران هم مثل کوبا چه جوابی خواهد داد و چه به این ندایی که رئیس جمهوری آمریکا داده؟ بله، نگاه کن، اگه واقعا سیاستایی که تو ظاهر دارن با اون چیزایی که مخفیه، یعنی پشت از پشت دارن، اون یه رو باشه همه چی درست میشه. خیلی ممنون از شما آقای رحیمی. بر اساس من امیدوار هستم که ما بر اساس واقعیت، بر اساس اسنادی که هستش و بر اساس شواهد موجود صحبت بکنیم، نه بر اساس احساسات. چیزی که دارین میبینین مقایسه این دو پیام هستش که خب واکنش‌های زیادی هم داشته، موافق و مخالف هم داشته. اجازه بدین سری هم بزنیم به اسکایپمون. آرش از تهران روی خط هستین، سلام، بفرمایید. الو، بفرمایید. سلام، خسته نباشید. تشکر. این تبریک عید رو میگم از همینجا به تمام کارکنان شبکه صدای آمریکا. ممنون، ما هم به شما تبریک میگیم. مجاز اظهار همدردی کنیم با مردم بلژیک به خاطر بمب‌های متاسفانه. الو، بفرمایید، شما روی خط هستین. زمانتون خیلی کوتاه. من میتونم از شما خواهش کنم درباره موضوع برنامه صحبت کنیم، ولی خیلی کوتاه چون من بیننده های زیادی روی خط دارم. تشکر. بله، راجب سخنرانی که آقای خامنه ای انجام داد داشتین صحبت میکردین، جالب بود. بعضیا اظهار نظرهایی میکردن که واقعا از روی احساسات بود بیشتر تا به فکر مملکت خودشون باشن. البته که میشد گفت پیام نوروزی آنچنانی نبود، چون که ما عادت داشتیم هم چنین سخنرانیه که همیشه طبق معمول از آقای خامنه ای میشنن. درست ساله یه سری از مسائل مثل امنیت رو که حالا خیلی بهش اشاره کردن همیشه بوده و هست، اما مسائل دیگری در هر مملکت هست که نباید فدای یه سری دیگه از مسائل مثل مثلا اشتغال جوانان یا حالا وضعیت ارضی کشور بشه. اینا همه باید در نظر گرفته بشه. من فکر میکنم ارتباطمون با آقای آرش قطع شد. ممنون از اینکه تماس گرفتین. اجازه بدین نظری یکی دیگه از کاربرانمون هم براتون بخونم. سعید در واکنش به اون بخش از صحبت‌های آقای خامنه‌ای که صحبت از دشمن کرده بودن، میگه دشمن کسانی هستن که میخوان دیگران نباشن و اگر کمی دقت بکنیم از کلامشون و رفتارشون قابل تشخیص هستش، ولی به نظر من آمریکا مخالفه و دشمن نیست و با حکومت ایران اختلاف سلیقه‌ای داره که با گفتگو حل خواهد شد و به توافق میرسن، مگر اینکه حکومت ایران هرگز نخواد در مقابل دریافت امتیاز و امتیاز دیگه‌ای واگذار کنه یا فکر کنه برای توسعه اقتصادی نیاز به همکاری با کشور مهمی مثل آمریکا نداره. پیامی هم داریم که با هم گوش می‌کنیم. سلام خانم روزیتا، با تبریک سال نو به شما و همه همکارانتون و همه فارسی زبانان. آمریکا از قدیم به ایران ظلم کرده، ولی آقای اوباما فرق میکنه. آقای اوباما یه آدم انسانه و ما هم که مردم ایران هستیم پیامشو گرفتیم، میدونیم که ایشان نیت خیر داره. دیگه بیش از این حرف نمیتونم بزنم، میترسم فردا شاید جنازه‌م بچم نباشم. خداحافظ. آقای فرامرز از تهران روی خط هستین، سلام، بفرمایید. سلام خانم عزیز، عید نوروز رو بهتون تبریک میگم. عید شما هم مبارک. متاسف شدیم از جریان بروکسل، متاسفانه بلژیک
عرض بکنم خدمتون که یکی از چیزهایی که ایرانی ها خیلی معتقد هستن، اعتقاد کامل به آقای اوباما دارن. آقای اوباما بسیار مرد خوبی هستش و میخواد به تمام دنیا کمک بکنه، ولی این جریانات ایپک و صهیونیسم این کارا رو اجازه نمیده انجام بده. من بهشون تبریک میگم که رفتن به مکزیک به عنوان یک رئیس جمهور امریکا بعد از کوبا. البته ببخشید، عذر میخوام، عرض میکنم خدمتتون، چون من خیلی اکسایتد شدم به خاطر که من وقت دادین که صحبت بکنم. قسمت دوم، اگر امریکا اینقدر به ایران علاقه داره و به مردم ایران علاقه داره، چرا اجازه نمیده توریستای امریکایی که میتونن بیان امریکا، اگر بیان تو ایران، وقتی که بخوان بیان امریکا دو مرتبه ویزیت بکنن بعد اجازه بگیرن، بعد ویزا بگیرن؟ این البته حالا اگر بگذاریم از این بحثا که بحثای امنیتی هستش و هر کشوری اجازه داره که در چارچوب منافع ملی خودش قوانینی رو وضع بکنه، اما به نظر شما، شما درباره سفر رئیس جمهوری آمریکا به کوبا صحبت کردین، شما به نظرتون همین پیام رو هم البته رئیس جمهوری آمریکا برای ایران داشتش، دست دوستی دراز کرد، آیا ایران هم چنین پاسخی خواهد داد؟ واکنشش چی خواهد بود به نظر شما؟ اگر اینکه واقعیت داشته باشه، چون شما میدونین یک رئیس جمهور میره یا رئیس جمهور میاد، ولی رهبر ایران همیشه رهبر ایران هست. نواقصی که در گذشته بین رئیس جمهورها و قولهایی که دادن و اجرا نکردن رهبر میبینه، چون رهبر بقیده من یه دیپلمات نیست، رو بازی میکنه. من خیلی عذر میخوام که اینو خیلی رک میگم، چون اینجوری اصلا متولد شدم به رکگویی. اینه که رهبر اگر میگه به امریکا اعتماد نکنید چه اشکالی داره بانک باکلی انگلیس با ایران معامله بکنه دو مرتبه؟ ولی میترسه. چرا؟ برای اینکه امریکای کشور بزرگیست، این بانک ترجیح میده نظریات امریکا رو بدونه، به ایران زیاد احتیاج نداره و به امریکا که بزرگترین و ثروتمندترین کشور دنیا هستش احتیاج داره. خب چرا نمیذاره این کار انجام بشه؟ اگر مردم ایران رو آقای اوباما، خیلی ممنون، عذر میخوام از شما، به خاطر کمبود وقت من مجبورم با شما خداحافظی کنم. از آقای ناصری، از مجید و از فرهاد هم عذر میخوام که به دلیل کمبود وقت نتونستیم باشون صحبت کنیم، اما درباره بروکسل خیلی از بیننده هامون صحبت کردن. این حملات انتحاری بروکسل به نظر شما چرا اتفاق افتاده؟ نفع و ضرر اون نصیب چه کسی میشه؟ اگر شما اروپایی یا آمریکایی بودین نسبت به مهاجران مسلمان چه فکری میکردین؟ 2 82 72 72 05 منتظر نظراتتون هستیم. تا فردا، روز شبتون خوش. صدای آمریکاست.